دوستان، با آموزش نگارش علمی با استفاده از نرم افزار مایکروسافت وورد در خدمتتون هستیم. در جلسه قبل در خصوص نگارش علمی با هم صحبت کردیم و مقدمه رو تو این قضیه داشتیم. تو این جلسه میخوایم با نرم افزار مایکروسافت وورد بیشتر آشنا بشیم. خب خیلی ها نرم افزار وورد رو میشناسن و از اون استفاده کردن و یک نرم افزار بسیار فراگیر هستش که واسه نگارش و نوشتن مورد استفاده قرار میگیره، اما متاسفانه از قابلیت‌های اون به خوبی استفاده نمی‌کنن و نگارش‌های خوبی رو تهیه نمی‌کنن. که تو این جلسه ما می‌خوایم یه مقدار نحوه درست نویسی و ابزارهای اولیه رو توی نرم افزار وورد ببینیم و یه چنین داکیومنتی رو با هم تهیه بکنیم. خب این داکیومنت خیلی ساده‌ایه که من فقط از قابلیت‌های ابتدایی وورد استفاده کردم تو این زمینه. حالا واسه اینکه شروع کنیم، من یه فایل وورد رو باز میکنم. خب همونطور که میبینین ما توی صفحه اول وورد تمپلیت های مختلفی که شرکت مایکروسافت تهیه کرده به ما میده. خیلی این تمپلیت ها کمک کنندن، حتی واسه اینکه مثلا من رزومه رو میخوام تهیه کنم، اگه اینجا رزومه سرچ کنم میاد اینجا تمپلیت هایی که از قبل واسه رزومه بودش رو واسه من سرچ میکنه و میاره و من میتونم از این تمپلیت ها واسه نوشتن رزومه استفاده کنم. خیلی تمپلیت های خوبی هستن، من پیشنهاد میکنم که ازشون استفاده بکنید. حالا اینجا دستبندی مختلفش هم گذاشته، مربوط به کسب و کار باشه، یه صنعت باشه، شخصی باشه و غیره. حالا ما یه داکیومنت خالی رو باز میکنیم و یه چنین فضایی باش مواجه میشیم که میتونیم بنویسیم، تایپ کنیم فارسی و انگلیسی. حالا چطور تایپ بکنیم و چطور خوب تایپ بکنیم؟ اینجا تو این جلسه با هم دیگه این رو خواهیم ببینیم. خب واسه اینکه من اینجا رندوم تایپ نکنم و بر اساس خود فایل وردی که داریم و میخوایم به اون برسیم تایپ بکنم، من اینا رو میام به این صورت تقسیم بندی میکنم. نصفش رو میذارم واسه ورد اول و نصفش رو میذارم واسه فایل ورد دوم. تو اینجا اگر من اسکیت رو نشون بدم، این میاد این دوتا رو با هم دیگه میچسبونه و صفحمون رو به دو قسمت تقسیم کنه. البته من چون دسکتاپ همو به 4 قسمت تقسیم کردم، این میاد توی یه قسمتش این کار میکنم. من دیگه خودم بزرگ میکنم دستی و نصفش رو بالا میذارم و نصفش رو پایین به این صورت. خب نصف دیگرش هم میذارم واسه این فایل وورد. اصولا وقتی که من میخوام ترجمه کنم از این روش خیلی استفاده میکنم و خیلی از مترجمین هم از این روش استفاده میکنم. فایلی که میخوان ترجمه بشه یا تایپ بشه رو بالا میذارن، فایلی که میخوان توش ترجمه انجام بشه رو پایین میذارن. خب حالا شروع میکنیم. واسه این قضیه اول من یکم زوم بکنم که بتونیم ببینیم. خب میام یکم زومم رو مثلا میکنم بیشتر، مثلا 120. خب تو اینم همینطور میام بزرگترش میکنم که بتونم ببینمش. خب از بالا شروع میکنیم. میخوایم فارسی تایپ کنیم، اولین نکته ای که تو فارسی باید رعایت کنیم اینه که اینها چپ چین و راست چین و وسط چین هستن، اما جهت نوشتن من نیستن. این دوتا جهت نوشتن هستن، جهت نوشتن از چپ left to right و جهت نوشتن از راست right to left هستش. که من فارسی میخوام تایپ کنم بخاطر این right to leftش میکنم. بعد میخوام کیبوردم فارسی کنم، alt shift رو میزنم و فارسی میشه. و حالا میام اینجا مینویسم انواع مقالات، درسته؟ خب وقتی که من تایپ میکنم فونت من آریال هستش، به صورت پیشفرض آریال در نظر گرفته شده. میتونم اینو سلکت کنم و اینجا بینازنین رو انتخاب کنم. توجه داشته باشین واسه اینکه فونت مد نظرتون رو داشته باشین، اینجا مثلا بی تیت رو حالا انتخاب بکنید یا بی نازنین رو، ممکنه این فونت رو نداشته باشه و خیلی از فونت های بی و فونت های فارسی تعریف نشدن واسه وورد. خب من باید برم توی یه وبسایتی مثلا بزنم فونت بی نازنین و اون فونت رو دانلود کنم
و اینجا نصبش کنم، که حالا نصب کردن فونت تو خیلی جاها توضیح دادن، اگه سرچ کنید میتونین راحت پیدا کنید و فونت رو واسه خودتون نصب کنید. فونت های معروف مثل بینازنین، مثل بی تیتر، فونت های کلا بی تیتر، بی لوتوس، بی زرد و خود نازنین، اینا فونت هایی هستن که خیلی معروفن. یه فونتیه به نام تاهوما که خیلی جا هم استفاده کردن 100%، که اون هم فارسی رو خوب نشون میده و واسه انگلیسی ها هستش و خیلی جاها وقتی که مثلا ایمیل دارین میزنین فونت ها رو نمیتونین از فونت مثلا بینازنین استفاده کنین، میتونین از تاهوما استفاده کنین. خب حالا من اینجا مینویسم بینازنین و فونت ها میکنم بینازنین. خب اینجا من فونتم چند هستش؟ 16 هستش و به صورت بالد هستش، یعنی پررنگ هستش. من همینجا میام بالد میکنم و فونت 16 رو باسش انتخاب میکنم که میشه فونت 16. حالا یه نکته قبل اینکه حالا رنگ آمیزی اینا رو بهتون بگم، میخوایم خود تایپ کرده رو با هم داشته باشیم دیگه. اینجا دیگه وقتی که من فونت رو تغییر میدم این میمونه اینجا اصولا و تغییر نمیکنه، اما من میخوام از اینجا به بعد دیگه بینازنین 11 بنویسم، به خاطر همین اینو فونت هم میکنم 11. خب انواع مقالات، مقالات تحقیقاتی در واقع و تجربی. حالا میخوام انگلیسی بنویسم. خب وقتی که میخوام انگلیسی بزنم فاصله فارسی میذارم، پرانتزم هم باید فارسی باشه وقتی که بین جملات فارسی دارم انگلیسی تایپ میکنم، پرانتزم هم فارسی باشه بدون اینکه فاصله یا اسپیس بزنم، باید فونتم رو آلت شیف کنم و انگلیسی کنم و انگلیسی رو بنویسم. خب ریسرچ آرتیکل، درسته؟ و دوباره فونتم رو فارسی میکنم و پرانتز رو میبندم. توجه داشته باشیم بین پرانتز و جمله اول و بین جمله آخر و پرانتز بعدی نباید فاصله ای باشه. خب و وقتی که دو نقطه هم میزنم باید چسبیده به این پرانتز باشه. این خیلی چیزی هستش که خیلی رعایت نمیکنم. وقتی من این نکات رو میخوام اینجا بگم که دوستان رعایت کنن. وقتی که من انگلیسی تایپ میکنم، ورد چون یک دیکشنری انگلیسی توش هستش، متوجه میشه من غلط املایی دارم و اینجا غلط املایی از من میگیره و زیرش رو قرمز میکنه. اگه من کلیک راست کنم روش، پیشنهادات خودش رو به من اعلام میکنه و من میتونم کلمه درستم رو انتخاب بکنم. نکته بعدی که باید بین در زمان نوشتن بین فارسی رو نمیتونه تشخیص بدم، از من غلط املایی نگرفتش. نکته دیگه که باید رعایت بشه موقع نوشتن جملات، کلمات انگلیسی بین جملات فارسی، این که کلمات انگلیسی باید دو شماره کوچیکتر از کلمات فارسی باشن به خاطر تفاوت اندازه فونتاشون. به خاطر همین اگر من اینجا 11 هستش باید بکنمش 9، اینطوری قشنگتر شدش همینطور که خودتونم میبینید. و اینکه الان من چون تاهوما رو انتخاب کرده بودم میام اینجا مثلا تایمز نیو رومنز به نظر من فونت قشنگتری هستش واسه انگلیسی ها. خب الان یک جمله ای که فارسی و انگلیسی هست رو با هم تایپ کردیم. حالا از اینجا بعد دوباره شروع میکنیم بقیه رو تایپ میکنیم. یه نکته ای که باید رعایت بکنیم اینه که من اینجا وقتی که اینو میزنم، اینجا چون همون اولش من تعریف کردم تاهوما، پیشفرزش رو تغییر داده به بی نازنین و تاهوما. من اینو اگه بکنم تایمز نیو رومن، خب حالا اگه غلط هم داشته باشم اینجا انتخاب کنم خب رومن و اینو 9 بکنم، از اینجا به بعد اینم بالد رگولارش بکنم. خب از اینجا به بعد دیگه فونتای منو درست میتونه تایپ کنه. اما حالا بعدن که با استایل ها آشنا شدیم، خیلی جاها ممکنه تغییر بکنه این قضیه وقتی که من حالا میخوام فونتی رو عوض کنم و غیره، که با استایل ها اونو تو جلسه بعد حتما صحبت کنم، اما واسه نوشتن عادی این یه چنین کاری رو میکنیم. خب و از اینجا به بعد دوباره شروع میکنیم به نوشتن. الان من اینو یکم میارم پایین تر که یه جمله رو با هم بنویسیم. خب بر اساس نتایج و نتایج مطالعات. حالا نوع تایپ کردن واسه اینکه من سریع بتونم تایپ بکنم چجوری هستش، ببین من خودم تون تایپ رو به صورت تجربی یاد گرفتم، یاد که نگرفتم، به صورت تجربی دستم یکم تون شده.
اما اصولی هست واسه تون تایپ کردن که حالا من به اصولش آگاه نیستم که بتون اطلاع بدم، اما دو دستتون و کف دست باید پایین باشه، دو دستتون پنج انگشتتون بیاد روی کیبورد به دو قسمت تقسیم کنید، دو انگشتتون دو انگشت اشاره چپ و راستتون روی جی و اچ باشه، خب شستتون بتونه انگار با دو تا شست میخواین اسپیس رو بذارید و سعی کنین روی این طریق یه ذره کیبورد رو نگاه کنین، یه ذره جلو رو نگاه کنین و تایپ کنین که دستتون تند بشه، بعد یواش یواش دیگه میتونین کیبورد هم حتی نگاه نکنین و تایپ میکنین وقتی که دستتون تند شدش، خب و اینطوری میتونین تند تایپ کنین. اما خب من میگم چون به صورت تجربی تایپم یه مقدار تند شده دیگه نمیتونم اصول تند تایپ رو متاسفانه بهتون انتقال بدم. خب حالا برمیگردیم سراغ خود فایل. ما کنیم من فرض میکنم اینجا رو تایپ کردم بس اینکه وقت نگیره، میام اینجا کپی میکنم کنترل سی و کنترل وی میکنم. وقتی که کنترل وی میکنیم اینجا یه چیز کوچیکی میاد میگه آقا میخوای فرمت اون سورسی که کپی کردی و نگه داری، میخوای به فرمت سورسی که الان داری به انتقال بدی، مرج کنی، یعنی که فقط کیپ تکس اونلی کنی. خیلی جا بهتره کیپ تکس اونلی کنین و بعد حالا فرمتش رو درست کنین. به خاطر همین قضیه میتونین خیلی جاها مثلا فرمت های بدی رو برمیگردونه، بخواین فقط تکست رو بگیرید. خب ولی اگه مثلا مثل اینجا فرمت اوکی بود میتونین مثلا فرمت سورس رو نگه دارید. خب مورد بعدی که باید رعایت بشه اگر توجه کنین تو این قسمت اینجا، خب پاراگراف من به چه شکله؟ وقتی که من جهتم رو راست کردم، از راست شروع کردم، راست چین هم واسه من خودکار قرار داد. من میتونم همینو مثلا میخوام اینجا یه شعری گفتم بنویسم این نقل قول از آرمین کشاورزی، درسته؟ میخوام این سمت قرار بگیره، بخاطر اینو میتونم چپ قرار بدم، اما جهتم هنوز از چپ به راست هستش، یعنی که میخوام وسط چینش کنم یا حالا راست چین هرچی. یه نکته ای، وقتی که پاراگراف رو می نویسین اصولا توی فارسی ما مثل اینجا باید انتهاش هم به یک اندازه باشه، خب بیاد تا انتهای پاراگراف، و وقتی که من اینجا توی این قسمت جاستیفای کنم، خب میاد پاراگرافم به اندازه صفحه‌ای که تعریف شده جاستیفای میکنه و تنظیم میکنه و فواصل رو یک کم بین اینا کم و زیاد میکنه که این درست در بیادش، خب که اینم خیلی مهمه. حالا بیایم من یه سری نکات نوشتاری بیشتری رو بهتون بگم. همینجا مثلا یه غلط املایی دارم، اول بگیرم این غلط املاییمو. خب اول در مورد دات نقطه، وقتی که نقطه باید، خب میدونین تو خیلی هم اینو نکته رو میدونن که باید بچسبه به جمله قبل. اینجا من نیم فاصله دارم، خب نیم فاصله چجوری میتونم بنویسم؟ من اینو به حالت عادی، وقتی که مینویسین یا فاصله نداره یا فاصله کامل داره، میبینی یه اسپیس کامل بینشون میتونم بذارم، اما ما تو فارسی نیم فاصله داریم، یعنی بین می و شود باید نیم فاصله باشه. واسه این کار میتونیم کنترل شیفت دو رو با همدیگه نگه دارین و نیم فاصله رو بنویسین. اما یادتون باشه اگر کیبوردتون باشه، اگر کیبوردتون حالت انگلیسی باشه، بذاری من برگردونم ببخشید انگلیسی بکنم اینو اگر، و کنترل شیفت دو رو بگیرم کاری نمیکنه. پس باید در حالت فارسی باشه که من کنترل شیفت دو رو میگیرم این رو اعمال بکنه و نیم فاصله رو ایجاد کنه، که از این طریق میتونم نیم فاصله واسه این میشود قرار بدم. و خیلی جاها ما نیم فاصله رو داریم و استفاده میکنیم، مثل اینجا که ویژگی های این هایه باید به صورت نیم فاصله اینجا تعریف بشه. نکته دوم، وقتی که من اینجا پرانتز میذارم، بتونم گفتم کلمه اول باید بچسبه به پرانتز، کلمه دوم هم باید بچسبه به پرانتز. یه مشکل نگارشی اینجا دارم، اول اینکه نقطه نذاشتم، نقطه رو اینجا نباید بذاریم، نقطه رو وقتی که پرانتز رو شروع کردیم باید انتها بذاریم، انتهای پاراگراف من باید نقطه قرار بگیره و بعد از پرانتز، یا حتی ویرگول. اگر من اینجا میخواستم ویرگول بذارم نباید اینجا ویرگول میذاشتم، باید بعد از پرانتزم ویرگولم بذارم. ویرگول فارسی رو چجوری مینویسیم؟ ویرگول فارسی به صورت شیفت تی، کیورد تی هستش تو کیورد حالا انگلیسی که بگیم، شیفت تی رو اگر نگه داریم میتونین ویرگول فارسی رو قرار بدیم. خب
اینم یه نکته اینجا بودش. خیلی جاها، حالا من توی اینجا ندارم فکر کنم، اینجا هستش، ناکنین گیومه واسه فارسی هستش. ما توی انگلیسی وقتی که مثلا میخوایم اینجا بنویسیم، مثلا من اینجا میخوام بنویسم HIV، اول فارس اسپیس فارسی می‌نویسم HIV، بعد اسپیس دوباره فارسی و جمله می‌نویسم. حالا اگر اسپیس نداشته باشه اینجا نمی‌نویسم. خب توی انگلیسی من گیومه ندارم، من کوتیشن دارم. خب حالا یا دابل کوتیشن یا کوتیشن. واسه اینکه من HIV رو مثلا توی کوتیشن قرار بدم، شیفت کوتیشن رو که قرار بدم، HIV هم انگلیسی، اینا باید انگلیسی باشه کیبوردم وقتی که میذارم شیفت کوتیشن و باز و بسته بذارم. این واسه انگلیسی ها هستش، این برای فارسی هستش. و وقتی که من فارسی میذارم گیومه باید بذارم. گیومه رو با چی میذارم؟ وقتی که کیورد من در حالت فارسی هستش. من حالا اینا رو پاک کنم. خب میخوام اینو اطلاع رسیدن توی گیومه بذارم واسه اینکه تأکیدی روش باشه. شیفت L و بخش شیفت K واسه باز کردن گیومه و شیفت L واسه بستن گیومه. خب پس شیفت L و شیفت K رو اگر نگه دارم میتونم گیومه رو باز و بسته کنم. خب اینم که تازه اضافه کردیم هم دلیت کنم. این نکات اولیه هستش که باید توی نگارش فارسی بدونیم. ناگهان الان اینجا لترها، وقتی که لترها رو نوشتیم، من چجوری اینو نوشتم؟ اومدم یه فاصله فارسی بین کلمه قبلیم دادم، لتر رو نوشتم. خب کنترل شیفت بخش شیفت آلت شیفت رو گرفتم و کیبوردم رو فارسی کردم، اسپیس دیگه نزدم، ها رو بهش اضافه کردم، خودش میره و بعدش قرار میده ها رو و میشه لتر ها. این هم یه نکته دیگه ای بود که اینجا دیدم بهتون بگم. خب اینو پاک میکنیم دیگه. اینجا نکته خاص، اینا همه نکات اولی هست که خوبه که توی نوشتن رعایت بکنیم. حالا بریم توی سراغ ورد و این رنگامیزی رو ببینیم که چطور انجام شده. خب اینجا من اینو باز کرده بودم، وسط چینش میکنم. نوع انواع مقالات میبینید متفاوت هستش. اینجا میخوام اینو درستش کنم. به چه طریق میتونم اینو درستش کنم؟ مثلا توی اینجا اگر بریم بازش کنیم، یادم رفت خودم، اینجا بودش، ببخشید. تکست افکت، یه افکتی دادم بهش. خب اینجا میتونیم تکست افکتمون رو انتخاب کنیم که به چه شکلی باشه. میبینین داره تغییر میکنه، که من فکر کنم اینو انتخاب کرده بودم. خب اگر اینجا آتلاینش الان سفیده، مال من آبیه، آتلاینش رو میام آبی انتخاب میکنم، حالا آبی کمرنگ. خب بعد میتونم اینجا دوباره توی افکت ها شادو بسرم بدم بهش، یه ذره مثلا بخوام خوشگلش بکنم. انو متفاوته با این مقدار. فونتمو بی تیتر یا بی نازنینه؟ بی تیتر. این واسه همین انقدر بزرگتر شد. بی تیتر بزرگتره. من اینو میکنم بی تیتر. خب انو بهتر شد. خب حالا واسه اینکه رنگ زیرش رو درست بکنم، میام اینجا ناکن فیل داره، فیلش رو میکنم مثلا اینجا نارنجی کردم. وقتی که فیل این کلمه رو انتخاب کردم، کل اون سطر رو واسه من رنگی کردش. الان ناکن این توی اینجا من فیل اینو تغییر بدم به زرد به طور مثال، کل این سطر رو و به هم چسبیدن خب اومده زرد کرد. من اومدم چیکار کردم؟ یه بوردرم واسه این سطرم قرار دادم که اومدم باتم بوردر گذاشتم. وقتی که باتم بوردر رو میذارم، این دوتا رو از هم جدا میکنه، شبیه یه حالت جدول مانندش میکنه. خب یعنی بوردر این واسه این سطرم یه بوردر، میتونم حتی کل سطرم بوردرش وجود داشته باشه، مثل مستطیل میشه. خب یا حتی میتونم رنگش رو عوض کنم. خب این اینجا draw table داره البته. خب میتونم بیام توی چیز اینجا توی دیزاین، نه دیزاین خودش بود،
بردارن شدیم اگه برم توی کالر، مثلا من سبز میخوام بکنمش، قطرشم بزرگتر میکنم، اینا رو ور میدارم، اینا الان تیکش خورده، خب میخوام پایینیش فقط باشه. نا کنید این باتمشه، میبینید پایینیش یه کوچولو رنگ داره، باتمش انتخاب میکنم و اوکی میکنم، یعنی سبز کردش. خب به این طریق میتونیم رنگ‌آمیزی داخلش هم داشته باشیم. حالا یه مقدار بیشتر توی این فضاها با هم کار کنیم. اینا چی هن؟ خب اینی که دیدیم با هم بولد میکنه، این ایتالیک میکنه. ما توی فارسی زیاد ایتالیک نمیکنیم کج بشه مثلا، ولی توی انگلیسی ها خیلی جاها مثلا میان لغتاشون رو کج میکنن و ایتالیک میکنن و به این صورت میشه. خب قشنگ تر میشه یه مقدار اگر بخوایم مثلا واسه عنوانی جایی انتخاب بکنیم. حالا مثلا من میخوام فقط این لغت هم زیرش خط، این جمله هم زیرش خط بیفته، میتونم بیام اینجا این یو زیرش خط رو میبینین انتخاب بکنم و خطای مختلفی هم دارم که میتونم انتخاب بکنم، درسته؟ بعد چیزی که هستش اینم روی جمله خط میده، اصلا دارم یه جای ریویو میکنم یا میخوام این بگم این نیست روش خط میکشم یا خطش رو برم. یا مثلا این دوتا هم خیلی کاربردیان. مثلا من اینجا میخوام بگم آقا 18 متر مربع، درسته؟ میام اول بذاریم فارسی انگلیسیشو بگم. خب اول انگلیسیه رو مینویسم M2 متر مربع، اسپیس فارسی میزنم و 18 رو قرار میدم. البته این حالا چون چیز شده افتاده اون طرف یه لغتش کم کنم میاد. خب الان شد 18 M2. حالا این M اصولا بالاه، یعنی این دو باید بالای M باشه. خب وقتی که من اینو انتخاب بکنم میاد بالا، اگر بخوام پایین باشه مثلا بگم به طور مثال من یه فرمولی میخوام بنویسم اینجا، بگم آقا x2 به اضافه y2 خب مساویه مثلا 2، بذاریم تای جمله رو انتخاب کردم اینو میگفتم. خب حالا میخوام x2 توان نباشه و در واقع شاخصش یا ایندکسش باشه، میام اینو انتخاب میکنم و این x رو میندازه پایین، این 2 رو میندازه پایین y و x و میگه x2 به اضافه y2 مساوی 2 هستش. این یکی که با هم دیدیم، اینم ماژیکه. خیلی جاها میخوام بگم آقا این مهمه، این قسمت مثلا مثل ماژیک کشیدن خودمون، وقتی که ما داریم جزوهامون رو ماژیک میکشیم اینو انتخاب میکنیم ماژیکش رو میذاریم. یعنی مثلا حالا رنگ‌های مختلفی هم داره که میتونیم انتخاب بکنیم. وقتی که میخوام دیگه رنگ نداشته باشه دوباره سلکتش میکنم و نو کالرش میکنم. اوکی خب مورد، حالا اینو باز میکنیم، امکانات بیشتر تکست ها و کار کردم و تکست توی این جدول هستش. خب که من به صورت خلاصه اینجا گفتیم وقتی که فونت لاتینم انتخاب بکنم، فونت به غیر از لاتین کامپلکس، حالا فارسی رو ما اینجا انتخاب میکنیم، به صورت رگولار ایتالیک یا بولد ایتالیک باشه، یعنی هم پررنگ کنه هم ایتالیک، اندازه فونت واسه هر دوتا، رنگ فونت هم آندرلاین داشته باشه، همینی که زیرش مینداختیم این یوه بودش، خب زیرش مینداختیم و کجا بودم؟ آها اینجا استریکت تروک روش خط میندازه، دابل خط میندازه، سوپر اسکریپت یعنی میندازه بالا مثل این ام 2، ساب اسکریپت میندازه پایین خب مثل این ایکس 2، اسمال کپ مثل آرمین اگر میخوایم بنویسیم به انگلیسی ای بزرگ همه رو کوچیک بکنه، آل کپس یعنی همه رو بزرگ بکنه و مثلا به طور مثال من اینجا یه میام خط بعدی بذاریم توضیح بدم، می‌نویسم آرمین، اگه من کن شیفت ای رو قرار بدم می‌نویسه آرمین، درسته؟ خب اینجا آرمین میکنه. من اگه اینو سلکت کنم بیام اینجا، خب بیام اینجا مثلا اسمال کپ بکنم، خب همه رو اومده بزرگ کرده. اگر آل کپیتال کنم کلش رو بزرگ میکنه. حتی اینجا نمیکنه اینطوری، من اگه همه رو کوچیک بنویسم دوباره میام اینجا، خب اسمال کپ همه رو به یک اندازه کوچیک کپیتال کوچیک میکنه، خب آل کپ همه رو به همون اندازه بزرگ میکنه.
تو هر موردم سمپلش رو اینجا داره که حالا من به صورت عادی میذارم باشه. خب یه قسمت ادوانس هم داره. ادوانس واسه چه موردی هستش؟ خب بذاری من اینا رو پاک کنم. خب ناکنیم به فرض من این تکست هم رو سلیکت میکنم، میخوام این قسمت ادوانس رو روش اعمال کنم، میام اینجا اسکیلش 100%، یعنی به همون اندازه هستش. وقتی که اسکیلش رو 200% میکنم کش میارتش، بزرگ میکنم و کش میاره، اسکیل میده بهش. خب که اینو صد میکنم. اسپیسینگ یعنی فاصله شون نرمال باشه، اکسپند یعنی فاصله بینشون به اندازه یک پیتی بیشتر بشه، که نما کنیم فاصله انداخته بینشون اگه توجه کنین، و حالا فاصله شون فشرده باشه. خب به اندازه یک پیتی فشرده سازی میکنم، این به همدیگه خیلی چسبوندتش که حالا نرمال از همه چی بهتر و قابل خانواده هستش. خب بقیه مواردش هم خودتون میتونین باش پوزیشن و مثلا جایگاهش رو مثلا به چه مقدار مثلا رایز باشه سه پیتی، خب یکم بالاتر میبره. حالا اینجا چون من کل پاراگراف رو گرفتم مشخص نمی کنم، میام اینجا رایز مثلا میبرم بالا، میبینی این داره میره بالا، اینجا سمپل نمونه نسبت به کل پاراگراف یکم بالاتر هستش، و خب امکانات دیگه ای که میتونید خودتون سعی و خطا کنید ببینید. برگردیم اینجا، الان فاصله بین پاراگرافمو با پاراگراف بعدیم و فاصله بین خطوطمو چجوری عوض کنم؟ تو قسمت پاراگراف من انواع اقسام امکاناتو دارم که پاراگرافمو درست کنم. مثلا این جهت تکستم هستش، میگه کل پاراگرافت خب این سورت کردنشه، ببخشید، به صورت مثلا حالا توی جدول و اینجور چیزا بهتر میشه تشخیص دادش. خب حالا اینجا رو که چپچین راستچین رو با هم دیدیم، این فاصله بین خطوطه که من میتونم زیاد کنم، یعنی فاصله بین خطم زیاد شدش، خب یا یک باشه که همون استانداردشه. خب حالا من میام اینجا، اینجا بهتر میشه این چیزا رو دیدش. alignment یعنی چپچین راستچین یا justified بشه، که من justified رو گرفتم سنتر کنم و جای بخواد directionش جهتش right to left یا left to right باشه. indention یعنی من قبل از تکستم یه فاصله ای بدم، خب بعد از تکستم هم یه فاصله ای بدم. میبینید توی نمونه تغییر میکنم، که اگه من اینو بذارم میبینید تغییر کردش. خب حالا اینجا special من اولین خطم اینقدر فاصله داشته، این خط اولمو به اون میزان داد جلو، که اصولا نیم میذارن توی فارسی. میدونیم که ما پاراگراف اولی که مینویسیم بدون فاصله هستش، مثلا اینجا اگه توجه کنیم من یه فاصله دارم، پاراگراف اول به عنوان هیچ فاصله ای نداره، پاراگراف دوم وقتی که مینویسیم به اندازه نیم سانتیمتر فاصله باید داشته باشه. خب بعد قسمت بعدی بیفور و افتر هستش، یعنی بعد از اینجا یه پاراگراف من، این پاراگراف قبل از پاراگراف بعدیش یعنی قبل از اون 6 تا پیتی فاصله بذاره، بعد از اونم 6 تا پیتی. اگه من اینو بیشتر کنم فاصله بین پاراگراف قبلی و این پاراگراف هم بیشتر میشه، میبینین، و اگر کمتر کنم کمتر میشه. اینم واسه فاصله با پاراگراف بعدیش، که این تیکش هم میگه اصلا فاصله ای بذار یا نذار، کلا میبینیم فاصله رو بیشتر کردش. خب این نکات اولیه بودش که باید بدونین. این قسمت رو هنوز بهتون نگفتم، حالا چیز خاصی هم نیستش، واسه این که من مثلا میام اینجا نکات مهم رو مثلا لیست میخوام بکنم. خب نمیستم مثلا اسامی مهم افراد بتونم یا افراد مهم هرچی، آرمین کشاورزی، آرمان، مسعود، آرش و غیره. خب مثلا اینجا میام میخوام اینو به صورت حالت بالت بالت بذارم، که اینجا یه بالته، بالت مثل توپ. خب یا یعنی اینکه 1 2 3 بذارم شمارشی باشه، یا مثلا بالت های مختلف رنگ شیوه مختلف، دیفاین نیو بالت داره، حتی لول میتونیم بهش بدیم. خب و
همینطور واسه اینها من به صورت حال هیدینگ رو بعدا میبینیم، مثلا اعداد توی راکت باشن، خط تیره داشته باشه، دات داشته باشه، یونانی باشه و غیره، چیز خاصی نیستش. خب فکر کنم یه مقدار طولانی شد، معذرت میخوام، اما اصول اولیه نوشتار رو خیلی ها رعایت نمی کنن. بهتر این موارد رو بدانیم و ازشون استفاده کنیم وقتی که می نویسیم تا یک فایل داکیومنت تمیز داشته باشیم و با فونت آریال و اینا مثلا یهو همین. حالا وقت نمیشه که من کل این فایل رو تایپ بکنم و درست بکنم که شما بتونید اون رو ببینید. همین الانش هم خیلی وقت و زمان بردش. این فایل رو شما میتونید دانلود کنید توی وبسایت دیاکو و از روی اون کلا به عنوان تمرین این فایل رو تهیه بکنید و خودتون بنویسید یه چنین فایلی. همچنین این فایل نکات مهم جالبی رو در مورد انواع مقالاتی که چاپ میشه ارائه داده که توی جلسه قبل در مورد اونا یه صحبت کوتاهی کرده بودیم و توضیحات هر کدوم از اون موارد رو توی یک پاراگراف سعی کردم براتون ارائه بکنم که مطالعه اون خالی از لطف نیستش. ممنون از توجهی که داشتین، امیدوارم مفید واقع شده باشه. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.